کمیته بین المللی نجات در گزارش تازه‌اش میگوید پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، 30 میلیون تن در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیازمند شدند. در گزارش این نهاد آمده است که کاهش کمک‌های بشردوستانه و کمبود بودجه سبب شده است تا بیشتر شهروندان افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه داشته باشند. عدم برسمت شناخته شدن رژیم طالبان است که به طور مستقیم بالای میزان کمک رسانی به افغانستان تأثیر گذاشته. در پهلوی از او مداخله طالبان در روند کمک رسانی هست. همزمان با این شمارت باشندگان کابل میگویند که فقر و بیکاری سبب شده است تا بیشتر به کمک های امدادی نیاز داشته باشند و از نهادهای امداد رسان میخواهند که کمک هایشان را به افراد نیازمند توزیع کند. هر وقت اگر در روز 500 کار میکنیم، حالا در روز 200 کار نمیکنیم. مردم بسیار پریشان است. مردم زیاد پریشان است. به خاطر از اینکه قیمتی است، ارزانی نیست، کار نیست. یک کار غریبی بیچارگی، یک 50-60% هم در افغانستان ما کار بیچارگی باشد. از سوی هم وزارت اقتصاد میگوید که نیاز به تداوم کمک های بشردوستانه در بخش های زیربنایی و توسعه است. کمک های جامعه جهانی به مردم افغانستان باید ادامه داشته باشد و این کمک ها باید در بخش های زیربنایی، توسعه‌ای و انکشافی و مصرف برسد تا زمینه خودکفایی افغانستان فراهم شود. پیش از این اداره هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که 3.2 میلیارد دلار که در سال 2023 میلادی برای کمک به مردم افغانستان درخواست شده است، تنها 25% آن را دریافت کردند.